به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جندال الفو خوش آمدید. اسدالله خالد حمله بر پایگاه نظامی شوراب در پاکستان طراحی شده بود. چینل را سابسکرایب نمایید و زنگ آگاهی را فشار دهید. مهاجمان گروه طالبان اولی ساعت 2 بامداد روز جمعه 10 اود در پایگاه نظامی شوراب در ولایت هلمند که در آن قلوردی 215 میوند نیز قرار دارد حمله کردند. درست پس از پایان نبرد 37 ساعته مهاجمان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در پایگاه نظامی شوراب ولایت هلمند، سرپرست وزارت دفاع میگوید حمله بر این پایگاه در آن سوی خط دیورند تریزی شده بود. اسدالله خالد میگوید این حمله که جان 26 نظامی را گرفت کار گروه طالبان و جیش المحمد بوده است. با تعداد 12 نفر انتحاری هایی که از گروه طالبان و جیش المحمد بودند و رابطه مستقیمشان با آن طرف خط دیورند بود و پلان این حمله هم در آن طرف خط دیورند طرح شده بود. مهاجمان گروه طالبان اولی ساعت 2 بامداد روز جمعه 10 اود بر پایگاه نظامی شوراب در ولایت هلمند که در آن قلوردی 215 میوان نیز قرار دارد حمله کردند. این حمله ساعت 4 پس از چاشت روز شنبه 11 اود با از پا درآمدن تمامی مهاجمان به پایان رسید. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی با شماری دیگر از مقام‌های امنیتی کشور روز دوشنبه 13 اود در یک نشست در بگرام با مقام‌های ماموریت پشتیبانی قاطع روی چگونگی گسترش هماهنگی برای راه اندازی عملیات‌های نظامی در کشور گفتگو کردند. آقای خالد در این نشست گفت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور پس صلح با عزت ترجیح می‌دهند، اما اگر طالبان صلح نکنند این نیروها آماده جنگ هستند. با تمام ملت خود اطمینان می‌دهم که حساب قدره قدره خون شهیدان را خواهم گرفته. در همین حال جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع که در دوحه سرگرم گفتگوهای صلح با طالبان است در یک گفتگوی تصویری در این نشست حضور داشت. از سوی هم رندی جورج فرمانده عملیات‌های نیروهای خارجی در افغانستان در نشست گفت نیروهای خارجی با حکومت افغانستان هماهنگ است. بحث‌های ژرفی درباره برنامه‌ریزی داشتیم. از این رو ما با مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان دیدار کردیم تا اطمینان به دست آید که با هم متحد و هماهنگ هستیم. منابع پیش از این گفتند که در حمله بر پایگاه شوراب در حدود 50 تن جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. مهاجمان به هیچ درگیری خودشان را در داخل این پایگاه نظامی رساندند. تشکر از توجهتان. تا ویدیو دیگر خداوند یار و مددگارتان.